فرانسوا سالواتوف جوان 24 ساله بدخشانی را برای قدردانی کار یک پزشک نامدار فرانسوی که سالهای نارامی جنگی شهروندی به مادران تاجیک کمک میکرد فرانسوا نام دادند. و این طبیب والدین مرا فریاد میکنند میگد که اگر راضی باشید من نام خودم برای همین بچه میگذارم. میگد که من با سه نیت، یکم این که نام من در بدخشان بماند جاویدان در حدود تاجیکستان اومد، دوم این که خیلی که من هستم نام دانشمند همین کودک بگذار همین خیل باشه رنگ من، سیم این که برای همین کودک تنی سیت میخوام بگذار همیشه سیت من باشد. فرانسوا از اینکه هم نام رئیس جمهوری فعلی فرانسه است فخر میکند و در فکر عوض کردن نامش نیست، چون که به اعتقاد او نام تقدیر هر انسان را حل میکند. والدین در تاجیکستان به فرزندان خود از روی اعتقاد و احترام به شخصیت و چهره ها نام میگذارند و آن مرحله به مرحله تغییر کرده است. در زمان شوروی به دلیل ایدئولوژی و تقلید به چهره های معروف سیاسی دور فرزندان خود را میلز، استالینا، کامونا، دمیر و به همین مانند میگذاشتند. یانور شکری سمرقندی علیم و پروفسور فیزیکا بر این پندار است که تنها او در تاجیکستان این نام را صاحب است. او در وقت تجلیل سال نوی میلادی به دنیا آمد و مادر بزرگ سری گذاشتن نام به نوزاد زیاد اندیشه نکرد. من خودم چند رفیق دارم، یکتش اپریل نام داشت، یکتش میلس نام داشت و یکتش اکتبر نام داشتن، بخشیده به انقلاب اکتبر دمیر گفتگی نام است، دمیر اساسا نام تتاری است، نیکی توجیکا هم بسیار است، دمیر هست. از کلمه دست و میروه ریولوچیه گرفته شده، دمیر همینجا هم همین هست. من هم خیلی نام ها که وابسته، بعضی من این خلاب بودم، یک شناس هم نامش ترکتر هم بود، همین خیلی زمان هم بود. اما با گفته یانور شکری برای انتخاب نام موافق با نابرگونش زیاد مشکل کشید و از این خاطر در مدت 20 سال کتاب فرهنگی نامواژه های فارسی تاجیکی را تهیه نمود. در این فرهنگ نزدیک 27,000 نام ها با تفسیرشان گرد آورده شدند. در 10 سال اخیر با توجه به زیاد شدن رواو با کشور اسلامی و مذهبی تر گشتن جامعه، شهروندان به نام های عربی و اسلامی برتری می دادند. در این برابر معمول شدن سریال های ترکی در تاجیکستان ذوق مردم را به نام گذاری ترکی از قبیل الیف، ایرگیت، گوزل بیدار کرد. به خاطر جلوگیری از بیگانه پرستی و ترغیب نام های تاجیکی، حکومت تاجیکستان یک ماه پیش گذاشتن نامی به فرهنگ ملی تاجیکی بیگانه از جمله نامی اشیا، مول، حیوانات، نام و استفاده عباره های تحقیرآمیزی که شأن و اعتبار انسان را پس می زنند و آدمان را به طبقه ها جدا می نمایند منع کرد. تهیه فهرست نام های تاجیکی که به اساسی که فرهنگی ملی ما، تاریخ ملی ما اساس نکرده می شود، این تقاضای زمان می باشد، چون که در وقت نامگذاری بسیار نام هایی با مردمی ما بیگانه گذاشته شدند که همون شخص از اون که تاجیک باشد ما معین کرده نمی توانیم، نام هایی با ما بیگانه. این کتاب تقریباً 4-5,000 نام های تاجیکی را در بر می گیرد، از نام های قدیمی و باستانی دوره های اوستایی سر کرده تا نام های خوب در زمان حاضره شامل آن می باشند. برخی شهروندان تاجیکستان از اینکه مقامات در انتخاب نام های دوست داشته آنها را محدود کردند شکایت می کنند. برای نمونه پدر و مادر خواستند فرزند خود را یوسین گذارند، اما اداره ثبت اسناد حالت شهروندی به آنها اجازت ندادند که این نام را بگیرند. مسئولین کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان میگند محدودیت در استفاده این نام تنها به خاطر است که یوسین یکی از سوره های قرآن بوده، استفاده آن در نام انسان ها ممنوع می باشد. کلمه گلنوز در زمان دو کلمه ترکیبی افته است، یعنی گل و نوز، لیکن نوزه علاقه غلط است. دلنوز، دلنوزه، شهنوز، شهنوزه، همین گونه نام های زیادی غلطی پیدا شدن که یعنی شکل درستش همون شکل مثلا دلنوز
یا گلنوس یا شهنوس شکل درستشون است و در فهرست نیز ما من همین شکل درست رو وارد کردیم. در این برابر در فهرست نام ها از استفاده اسم جانورها تنها شیر که تمثال شجاعت و دلیری است، از پرنده ها طاووس و شاهین و از رستنی ها نام هایی که زیبایی را ترنم میکنند به فهرست وارد شدند. اما استفاده نام میوه ها همچون نام انسان که در بین مردم رایج بود منع شده است. ولی نامگذاری روزهای هفته با استثنای سه شنبه و یک شنبه که در میان مردم توجیک معمول نیست، اجازت است.